در این برنامه 24 اطلاعات جدید درباره انفجارهای کرمان. وال استریت ژورنال خبر داده که آمریکا درباره حملات کرمان به جمهوری اسلامی هشدار داده بود. مقامات آمریکایی حالا تایید کردند اطلاعاتی که به تهران داده شده برای خنثا کردن حملات یا کاهش تلفات کافی بوده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. خانم آقایان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وال استریت ژورنال در گزارش اختصاصی خبر داد دولت آمریکا به طور محرمانه به تهران در مورد برنامه‌ریزی داعش برای حمله در داخل ایران هشدار داده بود. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با ایران اینترنشنال این خبر را تایید کرده. در این گزارش آمده اطلاعات داده شده به جمهوری اسلامی از نظر زمان و مکان حمله به حد کافی دقیق بوده و میتونسته امکان خنسا شدن حملات یا دست کم کاهش تلفات را فراهم کنه. مقامات جمهوری اسلامی که به نظر میرسه با توجه به همین هشدارها هیچ کدام در مراسم کرمان حضور نداشتند، بعد از انفجارها اسرائیل و آمریکا رو به دست داشتن در این حملات متهم کردند، هرچند که داعش خراسان مسئولیت این حملات رو بر عهده گرفته بود. در حملات کرمان که به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی برگزار شده بود بیش از 90 نفر کشته شدند. یک مقام آمریکایی جزئیات این گزارش وال استریت ژورنال رو به ایران اینترنشنال تایید کرده. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت با ماساق معماریان. میتونم الان بگم که در ساعت گذشته ایران اینترنشنال دریافته که این اطلاعات تا حدود یک هفته قبل از مراسم به دست مقامات جمهوری اسلامی رسیده بوده. این چه تصویری به ما میده که میدونستن با جزئیات یک هفته قبل از بالاخره منبعی قابل اطمینان مثل ایالات متحده آمریکا و به نظر نمیاد اقدامات کافی کرده باشن براش به جز اینکه خودشون نرفتن در مراسم؟ بله، شگفت‌انگیز هست و سوالات بسیار زیادی رو ایجاد میکنه، به خصوص این که از نظر زمانی موقعی گفتن که برای دولت جمهوری اسلامی برای نهادهای امنیتی اطلاعاتی و نظامی فرصت کافی وجود داشته که بتونن که اقدام بکنن و مراسم رو کنسل بکنن یا تمهیدات نظامی لازم رو برای امنیت مراسم برقرار بکنن. بنابراین اساسا قابل فهم نیست که چنین اطلاعاتی در مجموعه باشه و همچنان این مراسم برگزار بشه و همچنان از چنین امنیت بدی برخوردار باشه. و نکته که شما گفتی اصلا مهمتر هست، یعنی اطلاع در مجموعه بوده و ما میبینیم که مقامات لشکری و کشوری و مقامات عالی رتبه سپاه یا دیگر نهادهای مسئول در این مراسم حضور ندارن. خب اگر این اطلاع در مجموعه بوده و ازش استفاده شده که مثلا یکی از مسئولین نیان، چرا کلا این مراسم کنسل نشده؟ چرا مراسم ملغا نشده؟ اگر که استفاده شده، چرا به هر حال اقدامی نکردن که معلوم کشته نشن؟ یعنی اساسا به نظر من از هر جهت نگاه کنیم گزارش تکون دهنده ای هست و اگر عمدی بوده باشه که خودش نشون دهنده به هر حال یک نابسامانی عجیبی هست، باید به هر حال یک تحقیقات بین‌المللی در خصوص آغاز بشه، به خاطر اینکه عمدن حقوق یعنی حق جان مردم رو زیر پا گذاشت جمهوری اسلامی. و اگر که نابسامانی در بوروکراسی سیستم بود و کسی اعلام نکرد و خلاصه یه بلبشی در داخل سیستم بود، اونم باید در حال تحقیقات بشه، مشخص بشه که چه اتفاق افتاده. نمیخوام از لغت‌های استفاده کنم که به شکلی ارزش گذاری بکنه روش، ولی واقعا به نظر اقدام پلیدی میاد. اینطور نیست، چون کسانی هم که به این مراسم رفتن احتمالاً بالاخره کم و بیش حامی جمهوری اسلامی بودن که برای مراسم قاسم سلیمانی رفتن دیگه، یعنی حتی برای جان اونها هم ارزشی قائل نبودن. کاملا همینطور است. اگر که مشخص بشه که یعنی افراد، یعنی به نظر با اطلاعاتی که الان هست و با چیزایی که در طی چند هفته گذشته ما دیدیم، به خصوص این که در چنین مراسم بزرگی در زادگاه قاسم سلیمانی مراسمش پنجمین سال کشیشانش برگزار میشه، خب طبیعتا باید مقامات مسئول شرکت بکنن، طبیعتا باید مقاماتی از تهران از مقامات عالی رتبه سپاه شرکت بکنن. ما می‌بینیم که در این مراسم هیچ‌کدوم از مقامات رسمی و بلندپایه شرکت نمی‌کنه. و یکی از شایعه هایی که در طی هفته های گذشته و بعد از این حادثه تروریستی مطرح شده بود این که این حادثه توسط خود جمهوری اسلامی انجام شده، که دلایلش همین بود. و الان ما متوجه میشیم که یکی از دلایلش ممکنه این باشه که مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی از طریق هشداری که ایالات متحده به اونها داده متوجه شدن که ممکنه خطری وجود داشته باشه و از این طریق نیومدن. ولی سوال اصلی موقع این خواهد بود که چرا پس مردم، چرا پس هواداران خودتون، چرا کشتار ده ها نفر در کرمان، چرا جلوشون نگرفتین؟
توجه می‌کنی؟ یعنی به نظر من مسئله خیلی پیچیده و از نظر انسانی پیچیده است، از نظر اخلاقی پیچیده است، و البته جمهوری اسلامی در انجام دادن کارهایی که یعنی شقاوت درش هست و بیرحمانه هست و از نظر منطق سود و زیان با عقل هیچ کسی سازگاری نداره کارهای زیادی کرده، ولی این یکی دیگه واقعا عجب و غریب هست، چون خود آمریکایی‌ها به جمهوری اسلامی گفتن به جلوی این کار رو بگیرید. دلیلش هم گفتن که یعنی منطقش هم این بوده که اولا میدونستن که یک حمله داره انجام میشه که غیر نظامی درش کشته خواهد شد، دوما فکر میکردن که مقامات جمهوری اسلامی به طور سنتی همیشه وقتی اتفاق میفته میرن سراغ آمریکا، خواستن بهشون دوتر بگن که مثلا نه یه کار احمقانه بکنن، یه اشتباهی بکنن، یه تصمیم غلطی بگیرن، برن یه جایی رو بمب بزنن، یه پایگاه نظامی بمب بزنن. سه گفتن که مثلا اگر دهی برای مذاکرات باز باشه اونم نبندن. بنابراین تمام دلایلی داشتن که مثلا واقعا این خبر به جمهوری اسلامی بدن و بگن که مثلا در اتفاق میفته. این که اونا دادن و اینا استفاده نکردن، بعدش اومدن آمریکا رو متهم کردن، بعدش اومدن اسرائیل رو متهم کردن، واقعا در نوع خودش به نظر من در حتی برای جمهوری اسلامی که از این کارهای ابلهانه زیاد میکنه، به نظر من در نوع خودش یک کار عجیب و غریب هست. ممنونم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان با ما. مقامات جمهوری اسلامی با وجود اون که داعش خراسان مسئولیت حمله رو بر عهده گرفت، اکثرا انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل و آمریکا نشانه رفتن. از جمله احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی که مدعی شد اسرائیل به داعش پول داده تا مسئولیت حمله رو به عهده بگیره تا به گفته او اسرائیل بتونه از انتقام جمهوری اسلامی فرار کنه. یه پولی به داعش دادن که داعش بیاد قصه رو به گردن بگیره، برای که جریان متوجه اسرائیل نشه، اسرائیل در خط انتقام ایران قرار نگیرد. مراد ویسی همکارم از واشنگتن به ما پیوسته. مراد، این از اون گزارشایی نیستش که مثلا یک نشریه درجه دویی به نقل از یک مقامه که نخواست نامش فاش بشه گزارش رو داده باشه. وال استریت ژورنال هست و به فاصله نسبتاً کمی بعد از انتشار گزارش وال استریت ژورنال، مقامات آمریکایی هم در گفتگو با ما در ایران اینترنشنال هم با رسانه‌های دیگر خبر رو تایید کردن. حالا جزئیات دیگری هم به واسطه‌های دیگری به دست ایران اینترنشنال رسیده که یک هفته قبل حتی این اطلاعات رو به دست جمهوری اسلامی داده بودند. به نظرت چه کار خواهند کردن؟ چه پاسخی دارن به طرفداران خودشون بدن که چرا جان اونها رو حفظ نکردن ولی در این حال خانواده آقای سلیمانی و مقامات عالی رتبه نظام به خاطر همین هشدار در این مراسم شرکت نکردن؟ به نظرم دوباره توجیه میکنن، ولی سند از این قوی تر نمیشد پیدا کرد در دشمن ستیزی حکومت جمهوری اسلامی. من 7 نکته به ذهنم رسیده، اگر بتونم خیلی سریع و کوتاه فقط اشاره کنم بعد هستم خدمتشون. اول اینی که معلوم شده خودشون تهدید رو جدی گرفتن و نرفتن به مراسم، ولی مردم رو فرستادن دم بمب. یعنی مقامات، فرماندهای سپاه، خانواده سلیمانی نرفتن، ولی مردم رو، کودکان و غیر نظامی ها رو فرستادن دم بم، چون خون خودشون از نظر اونا رنگین تر از خون مردم. دوم اینی که آمریکا برای جان مردم ایران ارزش قائل بوده، خبر داده، اینا خبر ندادن به مردم. یعنی بیگانه به فکر مردم ایران بوده، حکومت خود ایران به فکر مردم ایران نبود. سوم اینی که معلوم شد حس مردم که اکثر مواقع میگن حکومت دروغ میگه و یه چیز مهمتری پشت پرده است، راسته. سر هواپیمای اوکراینی مردم میگفتن زدن، حکومت گفت نزدیم، بعد معلوم شد زدن. مردم اینجا گفتن خود مقامات نیومدن، خانواده سلیمانی نیومدن، حتما خبر داشتن. تاش معلوم شد این حس مردم درسته. چهارم اینی که آمریکا با وجود 45 سال آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی اومده خبر داده. مردم راست میگفتن که میگفتن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا. اینا سالها میگن آمریکا بمبگذاری میکنه، همینجا هم گفتن آمریکا اسرائیل، بعد معلوم شد آمریکا خبر داره. مردم راست میگن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا. اینجا دیگه از این سند بیشتر معلوم بشه. پنجم اینی که این همه سرویس اطلاعاتی دارن، این همه سرویس اطلاعاتی دارن، بعد یکی دیگه اومده بهشون خبر. خب این همه سرویس اطلاعاتشون به درد چی میخوره؟ به درد این میخوره که فقط مردم رو بکشن. ششم اینی که با وجودی که بهشون خبر دادن، عرضه نداشتن جلوشو بگیرن، یا نخواستن جلوشو بگیرن، که به نظرم هر دوتاشه.
هم ارزه نداشتن که جلوشو بگیرن، همینی که گفتن اگر منفجر هم شد مردم کشته شدن کشته شدن. و آخرین نکته که به نظر من مهمترین نکته است، مردم ایران این سند نشون داد ختم یک مرده از جان هزاران زنده ایرانی برای حکومت مهمتره. ختم مرده قاسم سلیمانی برای حکومت مهمتر از جان هزاران هزار ایرانی. و ایرانی یعنی بی تفاوت هم که نبوده، به نظر میاد ایرانی هایی بودن که اتفاقا طرفدار جمهوری اسلامی بودن، یعنی حتی برای جان طرفداران خودشون هم به نظر نمیاد ارزش چندانی قائل باشن. دقیقاً، یعنی فاجعه اونجاست که این حکومت نه برای جان مردمش اهمیت قائله، نه برای جان طرفداراش. حتی اگر یک جای حاضر بشه که عوامل خودش هم بفروشه، میفروشه که فقط این حکومت سر جاش بمونه. شما ببینید 45 سال علی لاریجانی و حسن روحانی تو این حکومت تو کشتار مردم دخالت داشتن، ولی موقعی که لازم باشه که قربانی بکنه جفتشون رو رسالت میکنه، قربانیشون میکنه. کی؟ حسن روحانی که 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، 8 سال دوره روحانی، 8 سال دوره رفسنجانی، خودش هم 8 سال رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده و ما رئیس جمهور، و قربانیش میکنه. علی لاریجانی که 12 سال رئیس مجلسش بوده قربانیش میکنه. خب معلومه که مردم ایران هم قربانی میکنن، حتی طرفدارای خودشون. و ثابت شد حس مردم ایران در مورد این حکومت درسته، بی‌اعتمادی مردم درباره این حکومت درسته، اینی که این حکومت مردم ایران رو برای مردم ایران دلسوزی نمیکنه، این حکومت برای سوریه و جاهای دیگه دلسوزی میکنه، معلومه به حس مردم ایران درسته. اصلا نیاز به تحلیل سیاسی نداره، نیاز نیست کسی علوم سیاسی خونده باشه، نیاز نیست کسی آکادمیک باشه، نیاز نیست کسی روزنامه‌نگار باشه تحلیل کنه. والا بهترین تحلیل مردم ایران میکنن. معلوم شد در قضیه حکومت اوکراینی مردم راست میگن، معلوم شد در این قضیه هم مردم راست میگن که آقا اینا جون خودشون براشون مهمتره، مردم اصلا براشون اهمیت قرار ندن. و واقعا این مردم ستایش برانگیزن که چقدر درست جمهوری اسلامی رو شناختن، حتی از ما تحلیلگران بهتر میشناسن حکومت رو. در نکته پنجم و ششم به اختصار بهش اشاره کردی، اینم شگفت انگیزه که حالا که ما دریافتیم که یک هفته پیشتر اطلاعات رو داشتن، باز هم نتونستن جلوش رو بگیرن. همونطور که می‌بینید جابر رجبی فعال تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. ممنونم آقای رجبی، چند لحظه دیگه سراغ شما خواهم آمد. اینو داشتم می‌پرسیدم مراد، که علارغم اینکه یک هفته پیشتر اطلاعات رو داشتن، به نظر نمیاد از نظر اطلاعاتی موفق شده باشن که جلوش رو بگیرن. اصلا بی ارزگی کامله. من بعضی موقع که دارم نگاه می‌کنم، اینا روز به روز دارن سازمان اطلاعاتی درست می‌کنن. من بررسی کردم دیگه 17 تا سرویس اطلاعاتی دارن که 4 تاش بزرگتریناشه: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات قراجا که 1400 تأسیس شده، و سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که اخیراً تأسیس شده. 17 تا سرویس اطلاعاتی دارن. آمریکا هم بهشون خبر داده که آقا دارن بمب‌گذاری میشه، عرضه نداشتن جلوشو بگیرن. در دو حالت خارج نیست، یا عرضه نداشتن یا گفتن آقا جون مردم هم مهم نیست، ما ختم سلیمانی رو برگزار میکنیم چون تبلیغاتش به درد حکومت میخوره، چون قاسم سلیمانی نماد پروپاگاندا و تبلیغات حکومته، حکومت هم به سوخت این تبلیغات نیاز داره. حالا مردم هم 100 تا کشته شدن کشته شدن، مگه تو جنگ هم همین نبود؟ میگفتن آقا ما بریم صدام رو سرنگون کنیم. حالا عملیات 2000 تا کشته داد، 3000 تا کشته داد، مثل عملیات والفجر مقدماتی اصلا اینقدر کشته داد که حتی به خود خمینی هم نگفتن. یکی یکی عملیات‌ها رو موقعی که نگاه می‌کنی، آدم به همون حرف حسن باقری میرسه که میگفت دیگه اصلا مثل که برای فرمانده‌ها مهم نیست، 100 تا کشته، 200 تا کشته، 2000 تا کشته. جمهوری اسلامی میگه حالا بمب‌گذاری شد، 100 تا تو کرمان کشته شدن. خب شدن، از نظر حکومت جان انسان ها اینطوره. مگه تو حمله موشکی پاکستان هم سپاه نیومد گفت هماهنگ کردیم؟ هماهنگ کردن که به خاک ایران حمله بشه. در تاریخ 2500 ساله دولتداری این کشور بی سابقه است. هماهنگ کردن با ارتش بیگانه که حمله موشکی بکنه، ایرانی کشته بشه، بعد با حالتی که اصلا آدم شرمش میاد برمیگردن میگن اتباع خارجی بودن. اولا اتباع خارجی نبودن، اتباع ایرانی بودن. دومن موقعی که میگن جدار مرزی، اصلا یک سانتش هم شما بگو خاک ایرانه، یه دونه ایرانی
و یه سانت از خاک ایرانی حتما اهمیتش از جمهوری اسلامی بیشتره. و اگر جمهوری اسلامی برای جان مردم ایران، برای خاک ایران اهمیت قائل نیست، ولی مردم ایران قائلن و حتما در موقع مناسب هم تصویه حسابشون رو با جمهوری اسلامی خواهند کرد. آقای رجبی، این خبر که به تایید مقامات آمریکایی هم رسید، برای خود من دست کم تا اندازه زیادی این پازله عیان شد، برای اینکه خیلی نکات مبهم داشت، به خصوص با توجه به کارنامه غیر شفاف جمهوری اسلامی. تئوری‌های توطئه زیادی هم بود، از همون اول که انفجار صورت گرفت یادتون هست همه می‌پرسیدن چه کسی پشتش هست، های اسرائیل و آمریکا است، که برای ماهایی که از نزدیک دنبال می‌کنیم می‌دونیم که اونها اقدامات این چنینی که غیر نظامیان کشته بشن به این صورت انجام نمیدن. آیا خود جمهوری اسلامی پشتش خیلی ها تئوریش رو داشتن که اون هم خیلی بعید و غریب به نظر می اومد در مراسمی که برای قاسم سلیمانی هست خودشون چنین بکنن؟ همه شواهد نشان از داعش داشت، ولی یک سوال بزرگ این بود که خب پس چرا خود مقامات جمهوری اسلامی و خانواده درجه یک قاسم سلیمانی در این مراسم نبودن، که حالا با این گزارش و تایید مقامات آمریکایی این پازل تقریبا دیگه روشن و کامل شده؟ درود به شما، ببخشید اگر تماس اینترنت من خیلی پایدار نیست. موضوع اینه که تصور جمهوری اسلامی اینه که هر وقت در یک فشاری قرار میگیره، یک بحرانی داره، خامنه ای میگه اگر جنازه تشییع بکنن، شهید بیارن، اگه اتفاقی هم نیفته. آقای رجبی اشاره کرد که تفاوتی بکنن و اینا، به خیال اون میشه تغییر داد. منقطع هست آقای رجبی، امیدوارم که از اینجا به بعد بهتر باشه. یک چند ثانیه صداتون از دست دادیم، ولی ادامه بدیم. اگر صدا من میاد نکه من دوباره تماس بگیرم. بفرمایید. نداریم صداتون. صدا من هست. بله، عرض می‌کردم تصور جمهوری اسلامی اینه که با تغییر فضا همیشه می‌خواهد خودش رو از بحران‌ها نجات بده، یعنی بتونه فضا رو یک مقداری دراماتیک بکنه. یعنی موضوعی که پشت هواپیمای اوکراینی هم بود همین بود، یعنی اون منطقی که پشت هواپیمای اوکراینی بود، می‌گفتم خب در چه منطقی جمهوری اسلامی به هواپیمای اوکراینی حمله کرده؟ منطقش اینه که او می‌خواد فضا رو دراماتیک کنه، اونجا و هدف این بود که آمریکا مثلا پاسخ نده. اینجا ما میگیم جمهوری اسلامی این کارو نکرده، ولی مشخصا اجازه داده این اتفاق بیفته. یک موقعی شما میگویید چطور نتونسته کشف بکنه؟ اگر اون میخواست کشف بکنه، آقای فرخزاد، باید یک اسبازرسی ما اونجا میدیدیم، دستگاه‌های چک و خونسا میدیدیم. من گزارش خانم حسینی رو دیدم، داره میگوید اطلاعات به شدت دقیق بوده، یعنی میتونسته کمک بکنه به کشف. از اون سمت داریم میبینیم که هیچ نشانه ای نبوده، تخلیه‌ای شکل نگرفته. این مشخصا داره این رو نشان میده که جمهوری اسلامی میخواسته که این اتفاق بیفته، یعنی او انفجاری بوده که میخواسته از این اتفاق بیفته. دلیلش چی بوده؟ دلایل مختلفی داره. جمهوری اسلامی همیشه میخواهد اون پایگاه معدود خودش، یعنی نیروهای سرکوبگر، نیروهای مذهبی وابسته خودش رو بخواد احساسات اونها رو برانگیزه که بتونه اون پایگاه رو به دست بیاره. اینجا مشخصه، همونی که مثلا خانواده سلیمانی نرفتن به کرمان، اونجایی که داریم میبینیم فرمانده های سپاه و امسالم شب وارد شدن، خیلی نکته مهمیه، اونها شب رفتن به سر قبر سلیمانی. اما اینی که اونها اطلاعاتی رو داشتن، تازه برگردیم به اینی که خود جمهوری اسلامی، ما یه برنامه داشتیم که چطوری جمهوری اسلامی که ادعا میکند که ما قبل از این بمب ها رو خونسا کردیم، این برنامه رو اجرا کرد، یعنی اون بمب ها رو میگه ما خونسا کردیم، میگوید ما چند عملیات رو خونسا کردیم، ولی ما هیچ گونه ایس بازرسی نمیبینیم، دستگاه چک و خونسایی نمیبینیم. بعد از اینی که این اتفاق افتاده هیچ هماهنگی وجود نداره. حالا اونجا کامل میشه که اون مسئول بیمارستانه رو اگر یادتون باشه مصاحبه کرد، گفت بله ما از قبل اطلاع داشتیم و آماده بودیم.
اون مصاحبه رو خاطرتون باید باشه که یکی از مسئولین بیمارستان کرمان این مصاحبه رو کرد. اینها همه داره نشان میده که شاید جمهوری اسلامی این کار رو خودش بنگذار رو انجام نداده، ولی مشخصا با اهداف سیاسی خروج از فشار مقداری مسائل حالا مختلف نیابتی های خودش به اونها بخواد مثلا بگوید من هم کشته دادم، خواسته که این اتفاق بیفته، همزمان خودش نخواسته که خیلی از فرماندهانش، خانواده سلیمانی و امثاله اونجا حضور پیدا کنه. مراد، از نقطه نظر همکاری اطلاعاتی هم جالب توجه است. این طور نیست، حالا در مورد بحث جمهوری اسلامیش مفصل صحبت کردیم و در ادامه هم صحبت خواهیم کرد، ولی من به یاد ندارم علناً هیچ موقع مدارک این چنینی افشا شده باشه که ایالات متحده با جمهوری اسلامی که بالاخره در تخاصم هستن با یکدیگر اطلاعاتی از این دست رو در اختیارشون گذاشته باشن. به نظرم از گذشته هم وجود داشته. منطق هم همین میگه که موقعی که جان غیر نظامی ها در خطره، کشورها این اطلاعات رو به هم بدن و میدن. آمریکایی ها به نظرم نگرانی ندارن از اینی که این رو علنی بکنن. جمهوری اسلامی همیشه نگران بوده که این رو مخفی نگهداره و علنی نکنه، چون براش به چند دلیل چیز نیست، مفید نیست، ضرر داره. یکی اینی که نمیخواد بگه که در این آمریکا ستیزی من دارم از آمریکایی ها کمک میگیرم. این براش به قول خیابانیش افت داره که همچین چیزی بخواد بگه. از اون طرف اگر چون این چیزی رو بگه، براش خیلی زیر سوال میره توانایی سرویس های اطلاعاتیش. مردم میپرسن این همه سرویس اطلاعاتی داری، بعد داری از دیگران کمک میگیری، در حالی که به نظر من طبیعیه که سرویس های اطلاعاتی دنیا موقعی که جان غیر نظامی ها در خطره، حتی اونایی که با هم رقیبن، به همدیگه اطلاع بدن. نشون میده که برای آمریکایی ها جان غیر نظامی ها مهم بوده، برای طرف ایرانیش، طرف جمهوری اسلامیش مهم نبوده. که من شرم دارم میگم طرف ایرانی، طرف جمهوری اسلامی براش مهم نبوده. به دلایل مختلف جمهوری اسلامی اینو علنی نمیکنه، چون هم اون توانایی سرویس اطلاعاتیش دیر سوال میره، هم اون راهبرد آمریکا ستیزیش دیر سوال میره، هم اینی که مردم از حکومت نمیخواد مردم بفهمن که آمریکا بیشتر به فکر مردم ایرانه تا خود حکومت جمهوری اسلامی. بنابراین با وجودی که چون این همکاری‌های بین سرویس‌های اطلاعاتی معمولاً مستقیم یا با واسطه وجود داره، ولی جمهوری اسلامی نمیخواد اونهایی که با آمریکا و اتحادیه اروپا و اینا هست معمولاً علنیش بکنه. آقای رجبی، فکر میکنید با توجه به اینکه خیلی شک و شبهه و شایبه‌ای در مورد این گزارش وجود نداره، هر چقدرم که بخوان اون رو، حالا من نمیدونم چه واکنشی نشون خواهند داد، ولی حتی بخوان تکذیبش بکنن، بالاخره طبیعتاً بخشی خواهند پذیرفت با توجه به تایید دولت آمریکا. چه واکنشی فکر میکنید در بین طرفداران جمهوری اسلام، به خصوص کسانی که عزیزانشون رو در این حادثه از دست دادن، خواهد داشت؟ اول اینکه این تبادل پرسش‌هایی که حالا من از بعضی از کارشناسای کردم، گویا توسط یک کشور عربی تبادل کردن، یعنی یک کشور عربی کشور سومی بوده که اونها به اون اطلاع دادن. متاسفانه دوباره اصلا این بار اول نبوده، یعنی اینکه یک بار در یک آقای رجبی، متاسفانه صداتون منقطع است، ولی فکر میکنم کلیات کلامتون رو متوجه شدیم. عذرخواهی میکنم، ارتباطمون هم کاملا قطع شد. ممنونم از هر دو، جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی و همطور همکارم مراد ویسی که از واشنگتن به ما پیوسته بود. دو روز پیش یکی دیگر از مجروحان حادثه انفجار کرمان در بیمارستانی در کرمان جانش را از دست داد. این مجروح دختر 11 ساله‌ای از مهاجران افغانستان بود. منابع رسمی میگن تعداد کشته شدگان این انفجار به 95 نفر رسیده. رئیس اورژانس کرمان هم گفته مجروحان انفجار کرمان 284 نفر بودند. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ماست. خانم امینی، پیش از هر چیز میخوام واکنش اولیه خودتون رو بپرسم. وقتی خبر رو شنیدید که آمریکایی‌ها به مقامات جمهوری اسلامی در مورد احتمال چنین حمله اطلاع داده بودند و اونطور که الان ایران اینترنشنال دریافته، این اطلاع رسانی بالای یک هفته قبل از انفجار بوده. بله،
درود به شما و بینندگان این برنامه. مثل خیلی از شاید بینندگان شما، من هم دچار شوک میشم. ما دائم در شوکیم از خبرهایی که از طرف جمهوری اسلامی بیرون داده میشه یا در مورد جمهوری اسلامی هست، و بعد از اون خشم هست که پشت سر این شوک میاد. دلیل این خشم هم این که این خبر خیلی چیزها رو نشون میده. اول اینکه کشوری که شما متخاصم مینامیدش اومده به در واقع شیوه دوستانه و به شما هشدار داده و شما نه تنها بهش توجه نکردین، که اون وقت من به شدت اعتقادم که این سوء استفاده از خبر بوده. وقتی شما خودتون نمیرین، وقتی که جلوی اون برگزاری مراسم رو نمیگیرید و اجازه میدید که مردم بی‌دفاعی، که حالا من دوست دارم در مورد اون مردمی که شرکت کردنم یه نکاتی رو بگم که چرا جمهوری اسلامی اتفاقا از قربانی کردن اونها استفاده و سوء استفاده میکنه. بنابراین همه اینها نشون میده که شما آمدانه به نوعی دارید مشارکت میکنید در این حمله تروریستی، ولی این در واقع نشون میده کشوری که شما متخاصم مینامیدش از شما مطلع تره در مورد جزئیات امنیتی کشورتون. ببینید این خودش یک پیام روشن داره، پیام روشن هم برای دیپلماسی شما داره. شما دارید به دنیا مخابره میکنید که در واقع در مورد مسائل داخلیتون، در مورد امنیت داخلیتون حتی اطلاعاتتون کافی نیست. حالا اون بحث مدیریت بحران و جلوگیری از اتفاق مرحله بعدیه، اما حتی اطلاعات یک کشوری که متخاصم میدونیدش از شما بیشتره. و دوم هم بحث مدیریته. ببینید دوستان دیگه هم اشاره کردن، از دهه 60 تا به امروز این اتفاق بارها و بارها تکرار شده. این واکنش سنتی مردم به اینکه کار خودشونه، این جمله‌ای که داخل گیومه باید آوردش، یک جمله‌ای هست که به دلیل اینکه بارها ما به ازاش در دنیای واقعی ما ثابت شده. از دهه 60 تا به امروز در بسیاری از بحران‌ها معلوم شده که جمهوری اسلامی خودش از بمب‌گذاری‌هایی که معلوم نمیشه که چه کسی واقعا پشتش بوده و چگونه رخ داده گرفته، تا رسیدیم به سقوط هواپیما، سرنگونی هواپیمای اوکراینی و اتفاقی که امروز شاهدشیم. همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی از ایجاد بحران برای تحکیم خودش، برای سرکوب، برای کنترل امنیتی، بالا بردن واکنش‌های نظامی و امنیتی علیه مردم، محدود کردن آزادی اونها، محدود کردن آزادی بیان و رسانه‌ها، برای همه اینها سوء استفاده کرده. بنابراین این مردم به نتیجه رسیدن که دست خودشون در کاره، و خب امروز میبینیم که این خبر با سند و با مدرک هم تایید میشه. چقدر فکر کنید که در ریزش طرفداران خود حکومت هم میتونه نقش بازی بکنه؟ برای اینکه کسانی که بالاخره به مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی رفتن، طبیعتاً تا اندازه حداقل طرفدار نظام بودن دیگه. ببینید اینجا دو تا نکته است. همون چیزی که میخواستم تو بخش اولم بهش اشاره کنم، متاسفانه باید گفت که مردمی که در این مراسم شرکت کردن به هر حال کسانی هستن که از طبقه محرومن. بخشی از اونها، ما فیلم هایی که منتشر شد رو دیدیم، بخشی از اونها رفته بودن که نظری بگیرن و ابا هم نداشتن حتی از گفتن. کسانی که در شبکه‌های اجتماعی بارها راجع به این مسئله نوشتن که به عنوان شاهد می‌دیدن که مردم در صف نظری قضا ایستاده بودن و چیزهای دیگه. بخشیشون بنابراین این مردم بی صدا هستن، مردم محروم هستن. بخش دیگرشون طرفداران حکومت هستن، کسانی که هنوز فکر میکنن که قاسم سلیمانی برای منافع ملی اونها در واقع قهرمان ملیشونه و کشته شد. به هر حال این دو طیف نشون میده که افرادی نیستن که توانایی دادخواهی داشته باشن، توانایی بلند کردن صداشون رو علیه جمهوری اسلامی داشته باشن. اون سخنی رو که شما از علم الهدا منتشر کردین، در واقع مخاطبش همون مردمی هستن که بخشی از اونها قربانی این سیاست شدن. بنابراین متاسفانه باید گفت از این موضوع هم حکومت ایران سوء استفاده میکنه، عده‌ای رو قربانی میکنه، هم قربانی سازی میکنه و خودش رو مظلوم جلوه میده، و همین که همونطور که گفتم برای کنترل امنیتی، برای مقابله با آزادی مردمی که از هر فرصتی در کشور دارن استفاده میکنن برای اینکه صداشون رو بلند بکنن و نه بگن به جمهوری اسلامی، داره استفاده میکنه برای اینکه اونها رو ساکت نگه داره و کنترل کنه. ممنونم از شما آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ما.
همطور که پیشتر بهتون گفتم، اطلاعاتی رو که وال استریت ژورنال کمی پیشتر امروز منتشر کرده بود در مورد اینکه ایالات متحده آمریکا اطلاعاتی در مورد حمله احتمالی داعش به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار داده رو حالا مقامات آمریکایی تایید کردن و ایران اینترنشنال دریافت این اطلاعات بیش از یک هفته قبل از اقدام داعش در کرمان به دست مقامات جمهوری اسلامی رسیده بود. علی افشاری تحلیلگر امور سیاسی اینجا در استودیو با ماست و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی هم از لندن به ما پیوسته. ممنونم از هر دوی شما آقایون. با آقای افشاری شروع میکنم. از مهمان اولم اینو پرسیدم، به ندرت شاید من دست کم از این واژه استفاده بکنم، ولی این چه که آدم آنچه که آدم میبینه شبیه پلیدی کامله. اینطور نیست که شما بدونید که یک اقدام اینچنینی قرار صورت بگیره و اتفاقا شماری از طرفدارانتون هم در این مراسم هستند و اقدامات کافی برای حفظ امنیت و جان اونها انجام ندید. خب ببینید، اینو ما اگر برگردیم بر بستر عملکرد تاریخی نظام و ویژگی‌های اعتقادی و گفتمانیش ببینیم، امر غیر منتظره نیست، اگرچه واقعا خب شوک‌آوره، یعنی باز هم آدم در آخرین لحظه هم نمیتونه باور بکنه. این برمیگرده که اساسا در منظومه عقیدتی نظام از روز اول تا الان این مرگ فراکنی یا مرگ به اصطلاح زندگی در زیر سایه مرگ و تبدیل مرگ به یک عنصری که از یک طرف مخالفین رو مهار بکنه در اون چهارچوب مورد نظر و از طرفی رو هم هواداران رو هم بسیج بکنه و ابزاری از این استفاده بشه برای تهییج اونها، برای اینکه از اونها یک به اصطلاح قهرمانهایی رو ترسیم بکنه و به این ترتیب کشور رو اداره بکنه. یعنی زیست در سایه مرگ. ما می‌بینیم حالا یه وجه، خب مخالفین اعدام میشن، کشته میشن در خیابون‌ها، برخی رو اصلا بی‌اعتنا هستن در همین تصادفات جاده‌ای، مشکلات زیست محیطی، ما بیماری‌هایی که امروز می‌بینیم، آلودگی هوا، آلودگی آب، مواد غذایی منجر به افزایش سرطان ها در کشور شده و سکته ها بیشتر شده. و بعد هم برمیگرده به خودی ها، یعنی خودی هایی که خود آقای خمینی به صراحت در امان جنگ گفت جنگ نعمته و سری لفظ شهید بستن به اینها و اینها رو در ادامه شهدای کربلا، شهدای صدر اسلام قرار دادن و اونو تبدیل به یک افتخار کردن. و بعد بر همین مبنا خب ما ابزار اصلیمون در جنگ ایجاد سپر انسانی بود. خب این به لحاظ نظامی یک شکسته. شما ولو برندن بشه در یک عملیات، ولی تلفات انسانی اگه حد غیر قابل قبولی بالاتر باشه، این شکسته. این نیست، یعنی ما با نظامی مواجهیم، شاید اون ویژگی آره بگیم اهریمنی این هست که در گذر زمان همه بیشتر و بیشتر شده. حالا بخش از این بیشتر شدن هم برمیگرده به ضعفی که ما در مجموعه نظام می‌بینیم. ببینید این که تصمیم گیران این نظام، یعنی آقای خامنه‌ای هم سنش بالاتر و بالاتر رفته، به نظر من بیشتر از قبل متوهم شده، در اوهام خودش به سر می‌بره. ما کاملا این افت محسوس امنیتی رو می‌بینیم، افت محسوس به لحاظ توان بازدارندگی، توجه به بهحال معادلات ژئوپلیتیکی. یعنی مجموعه‌ای که میره فکر میکنه که به پاکستان حمله موشکی میکنه و اونام کاری نمیکنن، این دیگه نهایت این ضعفه. ما در همین اتفاق، حالا به هر حال این البته از قبل هم سابقه داشته، معمولا حالا جدا از این که مسائل حالا در مورد حفظ جان افراد غیر نظامی مهم هست، ولی معمولا نهادهای اطلاعاتی در دنیا، حتی نهادهای اطلاعاتی متخاصم حول دشمن مشترک، با هم دیگه کار میکنن، مبادله میکنن. اما این اتفاقی که افتاده، اینها یک هفته وقت داشتن. این که خب البته اومدن یه کارهایی کردن، گیت‌های گذاشتن، خودی‌ها و مسئولان بردن تو اونجا. اگه یادتون باشه اصلا همون موقع هم گفتن نزدیک به 60 مورد بمب‌گذاری. خب همین میخوام تعارضا رو بگم که اول یه ادعاهایی شد که خب حرفی که دادستان انتظامی قدس، دادستان نظامی که استان کرمان گفته بود و سپاه استان کرمان رد کرد در صورت، ولی کارهایی رو کرده بودن، آمادگی داشتن، ولی باز چون جان انسان ارزش نداره، این جان انسان فرقی نمیکنه چه مدافع باشه، چه مخالف باشه، خودی باشه، غیر خودی باشه، مستقل باشه، این سهل انگاری ها و اینکه باز به خاطر تبلیغات اولا برنامه رو تعطیل نکردن، حالا آقا میذاشه کنار چندمین سال در گذشتهش بود، باز نیومدن یک شرایط امنیتی خیلی خاصی بگذارن، هر کسی کوله داره اصلا اجازه ندن تا فاصله خیلی زیادی نزدیک بشه به اون جمعیت. ولی باز هم من برمیگردم به همون به اصطلاح مرگ پراکنی که ویژگی اصلی
این حکومت هست و بر این اساس ببینیم خب یه عده کشته میشن، میاد شروع میکنه به تبلیغات و غیره، تهییج پایگاه خودش، بعد میره بر ادعای انتقام اونها برای تلافی جویی، باز پروژه سیاسی خودش رو در خارج کشور جلو میبره، نمیره سراغ داعش خراسان حمله بکنه به افغانستان، میاد میره رو همون به حال دبستان‌های سیاسی خودش، پروژه هایی که داره، میره در کردستان عراق، میره در سوریه، گروهی که با اسد درگیره رو مورد حمله قرار میده، باز داعشی در کار نیست. و بعد هم همه حالا این کار به نظر من حالا شاید مهمترین وجه این علنی کردن این کاری که دولت آمریکا انجام داده ابطال، یعنی یک بار دیگه، این از قبل معلوم بود که این ادعا غلطه، اینکه جمهوری اسلامی تو همین حرکت هم میگفت که آمریکایی‌ها نیروهای داعش رو از سوریه بردن به افغانستان و نشون داد که نه، آمریکا که همیشه با آنها درگیر بوده و اینجا هم اونها اطلاعات رو دادن و اینها ضعیف عمل کرد. آقای علیزاده، میدونم که در کارنامه جمهوری اسلامی شرمساری و عذرخواهی و استعفا و چیزهای از این دست خیلی مسبوق به سابقه نیست، ولی چقدر این مورد خاص که بالاخره مقامات آمریکایی هم الان تایید کردن به نظرتون رسوایی به همراه میاره برای مقامات جمهوری اسلامی که اطلاع داشتن چند ساعت و چند دقیقه قبل، هم نه بالای یک هفته پیش از حادثه اطلاع داشتن و اقدامات کافی نکردن؟ نه تنها اقدامات کافی نکردن، بلکه نزدیکان و مقامات عالی رتبه رو هم نذاشتن به این مراسم برن که جان اونها حفظ بشه. ببینید، اون حس پوزش خواهی، شرمنده شدن، بایستی از بالا تزریق بشه، بایستی رهبر یک نظام در یه جاهایی از خودش احساسی بیرون بده. در مورد هواپیما که یادتون هست تا همین الان هم هیچ اظهار پشیمانی و اینکه کار خطایی انجام شده، باید مثلا ملاحظات برای دفعات آینده تدارک دیده بشه، هیچی نگفته. ببینید، من الان حس خود من این هست که در نظام جمهوری اسلامی بر امریکا، مرگ بر امریکا میگویند، ولی همون ایالات متحده به دنبال حیات و جان و زندگی ایرانی ها هستش، بنابر اصول حرفه‌ای خودش. بله، در عرصه جنگ باشه، جنگ همدیگر رو میکشن، اما در اصول حرفه‌ای خودش، همچنانی که اعلان کردن وازل جورنال هم گفته ما به دلیل اینکه اصول حرفه‌ای ما این هستش که افراد بیگناه کشته نشون، حالا از هر کجا باشه، حالا از فرض کنه طالبان افغانستان هم باشه، مردم افغانستان باید کشته بشن. حالا جمهوری اسلامی برای آمریکا مرگ میخواد، اون برای هم مردم ایران حیات میخواد. خود مقامات جمهوری اسلامی اصلا توجهی به حال امور مردم ندارن. ببینید، ما در اینجا بحث انفجار رو داریم میکنیم، مگر اینکه روزانه هزاران هزار تن به دلیل آلودگی هوا دارن کشته میشن، هزاران هزار تن به خاطر مسائل ناامنی جاده ها دارن کشته میشن، آب آلوده کشته میشن، خودروهای ناسالم که تولید شده دارن کشته میشن، محیط زیست ایران داره از بین میره. شما دیدید آقای خامنه یک بار در مورد دریچه ارومیه اظهار تاسف کرده باشه؟ فقط کافیزی اظهار نظر کرده باشه، خب میان به فکر دریچه ارومیه میبودن. اصلا شما نمیبینید این اصول رو. حالا اینجا هم 90 نفر کشته شده، برشون مهم نیستش، ولی برای ایالات متحده مهم هست. من میخوام بگم که اتفاقا نکته دومی هم از اینجا مستنبط میشه و اون این هست که خب ایالات متحده به شما یک هفته زودتر گفته چرا شما اقدامی نکردید، اولا. دوما بعد از این که آمدید و اون صحنه سازی ها که آیا داعش خراسان هست نیست و اینا، بعد آخر سر انگشت اتهامو به طرف امریکا گرفتن، امریکا و اسرائیل، گفتن یا امریکا و اسرائیل تو این مسئله دست، با وجود اینکه به شما آمده مروت به خرج داده، به اطلاع رسانی در کرده که جل مواظب باشی، وظیفه ذاتیش هم نبوده. آقای علیزاده، چون شما خودتون دیپلمات بودید، اینم ازتون بپرسم، معمولا کم و کیف این نوع همکاری های اطلاعاتی یا اطلاع رسانی ها در مواردی که بالاخره یک تهدید حادی مثل حمله داعش وجود داره چطور بین ایالات متحده و ایران؟
نکته خوبی که ذهن من را مشغول کرده، این کانالی که به ایران پیام فرستاده شد، خب به هر حال سفارتی نیستش. آیا از طریق سفارت سوئیس در تهران این کار انجام شده؟ از طریق کشورهای میانجیگری که معمولا روابط خوبی با دو طرف دارن، قطر، عمان مثلا را این خبر منعکس شده، دولت عراق منعکس شده، این رو ما نمیدونیم. ولی آنچه که مسلم هست، ایالات متحده چون مسئله رو جدی تلقی کرده بوده، قطعا از یک کانال امن و شاید کانال‌های متعدد اطلاع رسانی کرده باشه. این رو به عنوان کار حرفه‌ای که ازشون سراغ داریم. ولی نگاه کنید، در موارد مشابه هم داشتیم. ببینید، در مورد مواردی بوده که ماهیگیرای ایرانی در خلیج فارس سرگردان شده بودن، دچار سانحه شده بودن، نیروی دریایی امریکا رفته به کمکشون شتافته. ما داشتیم این موارد رو. در مسائل زلزله داشتیم که ایالات متحده به کمک رسانی فرستاده. اما واقعا شما زبان تمجید و تقدیر دیدید از جمهوری اسلامی که آقا دشمن من است، اما در جای خودش حوزه انسانیت رو جدا میکنه، کمک رسانی میکنه، بهترین مواد مثلا به زلزله زنده‌ها رسونده. خب اصلا این چیزها رو ما شاهد نیستیم. تنها چیزی که شاهد هستیم همون مسئله مرگ بر آمریکا، این دکان دوبری که آقای خامنه‌ای برای خودش پیدا کرده. دوستمون گفتن، آقای گفتن که یکی از کارشناسا گفتن که در مورد سلامت روانی آقای خامنه‌ای، ببینید من شخصا اعتقاد دارم که آقای خامنه‌ای دچار نوعی عارضه‌ای که اصطلاحا بهش میگن مه مغزی، برین فاگ، دچار نوعی مه مغزی شده. اینن وضعیه یک نوع اختلال در تشخیص و شناسایی در انسانها شکل میگیره. مثلا در مورد زنها به دلیل در زمان بارداری اختلال هورمون ها یا پیرمردها یا کسانی که دارو استفاده میکنن، این موارد مهمغزی اتفاق بوده. این مهمغزی چیست؟ مهمغزی وضعیتی که اینن در مانند در مه گرفتگی که اختلال در دید شما حاصل میشه، نمیتوانید خوب دید کافی داشته باشید، همین وضعیت برای روح و برای ذهن انسان حاصل می شود. در اصل میگم اختلال های هورمونی و چنین و چنان که قوه تشخیص را از دست میده. حالا این فاکتور را اگه شما روش مطالعه بکنید، میبینید آقای خامنه‌ای دچار مه مغزی شده، دچار نوعی وضعیت شده که قوه تشخیص نداره. یعنی نمیفهمه که آقا رفراندوم باید انجام بشه، نمیاد نمیفهمه که خب شما رد صلاحیت میکنید علی حسن روحانی و نمیدونم پور محمدی، خودی هاتون رد صلاحیت، علی لاریجانی رد صلاحیت، میگه انتخابات پرشور. آخه اینا میدونه، اینا علائم این هستش که دچار مهمغزی است. آقای افشاری، فرصت کوتاهی داریم، حدود 2 دقیقه، فکر میکنید که چه کار خواهند کرد حالا که بالاخره این صدای این تشت رسوایی به همه جا رسیده و ایالات متحده هم تایید کرده؟ آیا زیر فرشش خواهند کرد؟ آیا میگن که آمریکایی‌ها دروغ گفتن؟ چه راه حلی پیش روی اونها هست؟ ببینید، اینا مدت‌ها سعی دنیای موازی زندگی میکنن، شرم و حیا هم کنار گذاشتن و کاملا یعنی ویژگی‌های یک سازمان گانگستری رو هم پیدا کردن. نه، من فکر نمی‌کنم قبول کنن. همین روز گذشته دوباره خبرگزاری فارس یه مستندی رو درست کرد، و خبرگزاری فارس یک رسانه شبه امنیتیه، که چگونه آمریکا نیروهای داعش رو از سوریه منتقل کرده به افغانستان. اینها اینو قبول نمی‌کنن یا تکذیب می‌کنن یا میگن نه آمریکایی‌ها عمدن آدرس غلط داده بودن. و از دید جمهوری اسلامی، یعنی اون با پروپاگانداش جلو میره، به واقعیت کاری نداره. اونها میگن داعش ساخت و پرداخته آمریکاست، اینا اینجا فریبکاری کردن و دوباره همون کار خودشون رو ادامه میدن. اون تا اون چیزی که خطرناک است، متاسفانه سپر دفاعی کشور در برابر تروریست در داخل خاک ایران کم ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شده و با این وضعیت نگرانی‌ها افزایش بیشتری پیدا کرده. چون ببینید، حالا یه اتفاق دیگه هم افتاد. حالا موقعی که پاکستان حمله را انجام داد، دو روایت هست که حداقل 20 کیلومتر وارد خاک ایران شدن و روایت دیگر میگه 50 کیلومتر. رادارها و سیستم پدافندی ما نتونسته رو تشخیص بده. بنابراین وضعیت تا این حد نگران کننده هستش و منتها تنها برگ برنده این هستش که جامعه ایران پذیرای حرکت علیه حتی خود حکومت هم نیست. این یه مانع بازدارنده است. ولی واقعا اگر ایران تبدیل بشه به هدف اصلی داعش، واقعا مصیبت بزرگی برای کشور و جامعه ایجاد میشه. ممنونم از هر دوی شما، علی افشاری تحلیلگر امور سیاسی اینجا در استودیو و حسین علیزاده دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. و ممنونم از شما که ما رو در این بحث همراهی کردید.